امروز اومدم با یه پاستای بسیار خوشمزه به اسم پنه ریگاته. خیلی لذیذ و بی نظیره و از گوشت و مرغ و ماهی هم استفاده نمیشه. 3 تا گوجه، 3 تا پیاز، 3 تا سیر، 1 پاپریکا و مقداری هم ریحون که شستم و گذاشتم خشک بشه، آب اضافیش گرفته بشه. بسیار آسونه. یه مایتابه جلو دستم میذارم و گوجه ها رو که تقریبا درشت هستش شروع میکنم خرد کردن. تهش رو میگیرم و اندازه خرد کردنش اصلا مهم نیست، مهم اینه که وقتی حرارت میبینه آب بندازه. پیازام خیلی خوبه که از پیاز قرمز استفاده کنید، خوش عطرتره توی این غذا، ولی اگه ندارید اصلا مهم نیست، میتونید از پیاز سفید هم استفاده کنید. 3 تا پیازی که من میگم، 3 تا پیاز تقریبا اندازه تخم مرغ کوچیکه، ولی میتونید از یه پیاز درشت استفاده کنید. پاپریکام میتونید از فلفل دلمه قرمز هم استفاده کنید. خب من اینو تو خون اکثرا سعی میکنم، اینا برای من اینا خوشمزه تره، دوست دارم اینا رو. میتونید از فلفل دلمه قرمز معمولی استفاده کنید و حتی اگه نداشتید یک قاشق مربخوری پر پودر پاپریکا بریزید، اما ترجیحاً خیلی بهتر که خود فلفل تازه باشه. سیر رو هم میتونید اضافه تر کنید، چون وقتی تو رستوران میرین میتونید سفارش بدید بگید اکسترا، یعنی اضافه سیر براتون بریزه. خب پیاز رو هم پوست میکنم و درشت میذارم کنارش. این سبزیجات رو حالا توضیح میدم براتون که میتونید در فر هم بذارید و میتونید روی اجاق گاز بذارید، چون نیاز به پخت طولانی نداره، فقط گوجه ها آب بندازه نرم بشه کافیه. نگاه کنید همه هم درشت خورد کردم، یعنی نیاز نیستش که بپز و له بشه. یه مقدار روغن میریزم، خب فلفل سیاه هم میریزم، چقدر تونتون حرف میزنم، بودو بودو. خب فلفل سیاه هم اندازه مقدارش به اندازه که دوست دارید میریزید. نمک، ریحون رو هم باز هم میگم، نه نگفتم، ریحون رو هم میذاریم روش. میخواستم بگم که اضافه تر میتونید بریزید. تا اونا بپزن یه قابلمه آب میذارم و ماکارونی ها رو که نگاه کنید، این نوع ماکارونی هست، پنه ریگاته، 0.5 کیلو، 500 گرم میذارم جوش بیاد. خب این زمان گذشت، تقریبا 1 روب هستش، 1 روب تا 20 دقیقه، حتی سیر و پیازم له نشده، سیر که اصلا له نشده، از حرارت که افتاد میریزم داخل مخلوط کن و میخوام یه سس بسیار خوشمزه و لطیف ازش درست کنم. خب همه رو میریزم داخل مخلوط کن، انقدرم لطیف هستش که فقط با 1 دور زدن، نه 1 دور، یعنی 1 زمان کوتاه، شاید واقعا 4-5 ثانیه‌ای، کاملا نگاه کنید آماده شد. خب البته هنوز آماده نیستا، میریزم سس و داخل همون مایتابه که گوجه ها رو سبزیجات رو توش پخته بودم، میریزم داخلش. یه ذره دوربین رو بکشم جلو که راحت‌تر دیده بشه. خب حالا پنیر نرم داریم، پنیر خامه‌ای بهش میگن، میریزم 2 قاشق بسیار پر، تقریبا 1/3 اون ظرف، فکر کنم ظرفش 250 گرمی باشه، میریزم. خب پنیر چون خنک هست، سرد هست، حرارت سس رو میاره پایین و من دوباره میذارم رو اجاق که داغ بشه. خب من اینو گذاشتم رو اجاق که داغ بشه و وقتی که شروع کرد به قلقلای بسیار ریز، نقطه نقطه، نگاه کنید به جوش افتاد. الان دیگه پاستاها رو وقتشه که بریزم داخلش، پاستاهای آبکش شده که هنگام آبکش هم بهش نمک هم زدم. خب همش رو میریزم داخلش و مقداری هم حدود 12 تا برگ ریحون هستش که باقی چی خیلی راحت تره، باقی چی خرد کردنش، میریزم داخلش. میتونید، میگم بیشتر بریزید. خب و پاستای ما دیگه کم کم حاضر میشه، فقط به آرامی هم میزنمش که مخلوط بشه و پاستاها داغ بشه و همینطور که هم میزنم خود پاستاها خیلی سریع مزه سس رو به خودشون میگیرن و
اگه دقت کنید غلظت سس رو میبینید که یه مقداری الان شل شده چون پنیر رفته توش، ولی همینطور به معتاد شاید 5 دقیقه بستگی به حرارت اجاقم داره، البته خیلی زیاد نباشه حرارتش خیلی بهتره، مرتب هم میزنم 5-6 دقیقه و حاضره. خب حالا باز هم انتهای کار ببینید من چه کار میکنم. میکشم این غذا برای 3 نفر تا 4 نفر عالیه. حالا پنیر پارمزان ایتالیایی هستش میریزم روش، که میخوام توضیح بدم که پارمزان در ایران هم هست، نه به عنوان به اسم پارمزان، در گیلان سیامزگی کاملا پارمزان ایتالیاست. میتونید از سیامزگی در رشت و گیلان استفاده کنید که همون پارمزان ایتالیاست. خب نوشه جان،